ما آمدیم رب العالمین رو راضی کنیم به این نکته توجه کنید ما آمدیم روی زمین تا الله تعالی را راضی بکنیم نه آمدیم بندگان الله تعالی را راضی کنیم وقتی الله از ما راضی شد همه راضی میشند وقتی ما فرمان بردار خداوند متعال باشیم همه مطیع ما میشند شیخ ابوالحسن خرقانی رحمت الله تعالی علیه بر مرکبی سواره حتی میگم بر شیری سواره بر دست خود به جای اصا ماری داره داره میره کسی اون را میبیند میگه شیخ این چه مرکبی هست و این چه اصا و شلاغی هست به دست شما هست میگوید اگر شما مطیع و فرمان بردار الله تعالی باشید کسی از شما نافرمانی نمی کند این ام امروز همه از ما نافرمانی می کنند. فرزندان نافرمان پدر و مادرند این علتش اینه یکی از علت ها می توانه این باشه که ما پدران و مادران نافرمانی وقتی فرزند ما ما را در نماز نمی بینه. وقتی فرزند ما مادر ما را نمی بینه چطور نماز میخوانه یک روزی یک شبی اون را ندیده دست های برای دعا و ارگاه الله تعالی دست هایش بلند بشن وقتی فرزند عشق مادر را از ترس و رب العزت ندیده این چطور میتونه از این مادر فرمان برداری کنه فرزند ما وقتی مادر را در کنار قرآن نمی خودش از کجا حرمت و احترام قرآن در دلش میره وقتی صبح بیدار بشه ببینه مادر بر مسلا نشسته نماز میخوانه اون را هم بیدار کرده دعا میکنن قرآن تلاوت میکنه اون فرزند هم میداند که ربی هست باید این رب اطاعت بشه فرمان برداری بشه سروران این نکته ها را من خدمت شما عرض کردم که همه ما رفتنی هستیم از ما کسی نمیمانه این مصیبت به نوبت وارد میشه فرزندان به نوبت میرن من از الله تعالی میطلبم این مصیبت ها را بر ما و بر اهل مصیبت بر همه آسان بگرداند.